داری چی کار میکنی؟ حالانه که مهمونم بیاد اگه غذا بعد مزه خام یا سوخته باشه بعدن حسابتو میرسم. نباید اشتباه بکنی، محدین خیلی برام مهمه دختر. آها راستی، فکر نکن ندیدم یا فراموش کردم. دیدم چطوری خودتو به علی میچسبوندی. من داشتم دیگه بهت اخطار نمیدم، اشک تمسام واسم نریز. اونجا رو ببین، پیازو سوزوندی ای بابا. نوام، به هر دوتاتون نیاز داره بچه ها. اگه از هم ناراحت باشین، حتی اگه از هم عصبانی هم باشین، بالاخره باید آشتی کنین و بخندین. با هر اشکی که از چشم کرم میفته یا با هر ناراحتی نوام، تو نامه ی اعمالتون براتون گناه می نویسه. همه ی بچه ها برای پدر مادراشون از طرف خدا یه امانتن. الان طبق حرفم تصمیم بگیرین. قلبی که میشکنین تنها مال شما نیست. بفرمایین، خوش اومدین. عمه سلطانه منتظرتونه. ها، شما آقا محدین از فامیلای عمه سلطانه این نه؟ اها محدین، به چی داری بر نگاه میکنی؟ بیا تو عزیزم. بازم خوش اومدی. خیلی ممنون. من میرم آشپزخونه. بیا دیگه پسرم، زود باش. ممنونم نسلیهان. نوش جونتون. چی شد؟ چیزی فهمیدی یا نه؟ نه چیزی نفهمیدم. آدمت نمیتونه کاری انجام بده. ندیم، هرچی که یامان بهش بگه همون کارو میکنه. اون از همه چی با خبره. خاله جون هنوزم تلفنش رو جواب نداده؟ نه، یه جورایی مشکوکه. خدا میدونه چه نقشه ای داره. منظورت چیه؟ یعنی رفته پیش یامان؟ امکان داره با هم باشن؟ نمیدونم زحل، هر چیزی امکان داره. فردا ندیم و تعقیب کن. چشم ازش بر نداری، نذار اون بفهمه، اما باید پیداش کنی. اون روز نتونستیم حرف بزنیم. کارا چطور پیش میره؟ خدا رو شکر از یه دستگاه کوچک شروع کردین، الان همه روستا رو زیتون میده. اگه اون موقع شروع نمی کردیم، شاید الان تو خیابون داشتیم شلغم می فروختیم.
اما خدا رو شکر خیلی بیشتر از چیزی که میخواستیم به همون داد. خیلی شاکرشم. پولو درآمدت چطوره مهدی؟ والا خیلی خوبه. همه میگن تو بهشتی، کاش من جات باشم. یعنی بد نیست، زندگیمون میچرخه بیبی سلطان. کیراز بشین. تو آشپزخونه کار دارم، نوش جونتون. تا کی استانبول میمونی محدین؟ گوش میدم فرهاد. خیلی خوب، ببرینش اتاق بازجویی، منم خودم رو میرسونم. از مرکز زنگ زدن، بهتون خوش بگذره. زود میرم و برمیگردم، باشه؟ باشه باشه، تو برو به کارت برس. خب چند روز میمونی محدین؟ چند روز بمون، دلم واسه تنگ شده. همین الان از فردرش آوردم. بفرمایین نوش جون کنین. راستش میخوام چند روزی بمونم بیبی سلطان. نوش جونتون. کیراز دخترم، محدین چند روز اینجا میاد و میره، غذاهای خوب و خوشمزه درست کن. دخترم چشمت به در مونده، نگران نباش، رفتن دریا زود بر میگردن. خودتو اذیت نکن. آخه دیر کردن، یکم نگران شدم. نگران نباش دخترم، با ماشین رفتن بر میگردن. این دور و برا ترافیک هم نیست، نگران نباش. بیشتر از این نمیتونم صبر کنم، میرم دنبالشون. خب خوددانی، هر کاری که میکنی بکن. برهان، هر جایی میری برو، دیر نکن. ببین عروسم از نگرانی هلاک شد. کرم گفت سیب میخواد، برای شما، برای تو هم آوردیم. سیب سرخ براتون آوردیم. مامای میرم بشورمشون عزیزم. عزیزم خیلی دلم برات تنگ شده، بیا پیش مامان بزرگت. بیا. آی خوشگلم. دست درد نکنه دخترم، دست باختت مثل همیشه فوق‌العاده بود. نوش جونتون. به خدا تو عمرم همچین غذای خوشمزه ای نخوردم. میدونی چه مزه میداد؟ عین کباب بود به خدا. نوش جونه، الان دیگه حواس غذاهای مادرتو نمی کنی مگه نه؟ وقتش رسیده دیگه، کسی تو قلبت نیست. نه ببینیست، کجاست؟ چه دروغ بگم، کسی نبود که بخوام خرجش کنم و اون نره با یکی دیگه. خب بیبید کی به دردت بخوره ها؟ نگران نباش، من برات عروس پیدا کردم. پیدا کردی؟ کیه؟ دخترمون کیراز. همون موقع که با هم دیدمتون فهمیدم خیلی به هم میای. قد و قامتتون، اخلاق و متانتتون. مگه میشه بیبی؟ من هیچ مشکلی ندارم، اما نظر دختره چیه؟ مهدی، تا امروز دیدی که یه کاریو گردن بگیرم اما بعدش انجام ندم پسرم؟ اونش با من دیگه، میشینم باهاش حرف میزنم. خیلی خوب،
برهان، دیر وقت پسرم، کرمو ببر تو اون اتاق، منم براش بالشت و دوشک میارم. اگه یه تخت بزرگ هست میتونی من و برهان و پسرم. نه دخترم، تو مراقب نوام باش، میدونم که چی کار کنم. برین بخوابین دیگه، شبتون بخیر. نگران نباش، خدیجه خانم یکم بعد میخوابه و به اتاقش میره. اون که بره منم میرم تو سالن. خدیجه خانم کسی رو نداره؟ نه، خیلی وقت پیش شوهرش مرد، پسرش، نوش، عروسش، چند سال قبل توی تصادف. همون سال کلیدها رو از بابا عارف گرفتم اومدم اینجا. اولین بار بود منو دید، فکر کرد من برهانم و بغلم کرد. از اون روز تا الان خوشحاله، فقط روزهای خوب به یادش مونده. تو هم به خاطر این که ناراحت نشه بازی رو ادامه دادی. درکت میکنم، خدا نکنه. من نمیتونم دوری یوسف رو تحمل کنم. دیگه ازت نمیپرسم میخوای با یوسف چی کار کنی. نمیپرسم. میدونم کاری نمی کنی یوسف ناراحت بشه. نیازی نیست به خاطر عروسی ولخرجی کنی. کیراز خیلی باهوشه، علی عروسی ساده واسهتون میگیره. اینو داری جدی میگی بیبی سلطان؟ جدی جدی دارم عروسی میکنم ها؟ کی دیدی که من جدی حرف نزنم ها؟ دخترها خجالت میکشن اما آرزو دارن عروس بشن. کیرازم تو رو دید و ازت خوشش اومده. انشالله بیبی سلطان، من از خدامه با هم عروسی کنه، نمیذارم خم به ابروش بیاد. انشالله. اول باید یه بله برون بگیریم، بعدشم عروسی رو میگیریم پسرم.
قهوه آوردی ممنونم، اما نیومدی فنجونا رو ببری. به هر صورت شاید خسته شدی. عمه سلطانه شما چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ وقتی اومدم فنجونا رو ببرم ناخواسته حرفاتونو شنیدم. حالا که ناخواسته شنیدی پس میدونی که تقدیر برات چی نوشته. خب میخوای چیزی بگی؟ من نمیخوام عروسی کنم. پس چرا همش دورو برای برادر زادمی ها؟ با علی چه سنمی داری؟ من قصد بدی ندارم عمه جون، فقط حرف نزن. گفتم فراموش نمی کنم، حواسم هم هست. بیش از حد به علی نزدیک شدی، دیگه میخوای چی کار کنی؟ حالا که داری میگی علی رو دوست نداری، بیا اینم خواستگار، منم میبینم واقعا به علی چشم داری یا نه. همه یه بچه ها برای پدر مادراشون از طرف خدا یه امانتن. هرگز از هم جدا نشین بچه ها. هیچ وقت دست همو ول نکنین. اینجوری هر دوتاتون خوشبخت میشین. کرمم لبخند میزنه. الان طبق حرفم تصمیم بگیرین. همه چی رو به راهه؟ مشکلی نیست؟ نگران نباش، همه چی خوبه. فقط زوال خانم و اقبال خانم نگرانن. شما کجای میامان؟ چطوره به اونا بگم؟ فعلا نه. دیگه؟ خب خاله یوسف چی؟ اون اینجاست، پیش ماست. یعنی همه چی رو میدونه. چی کار میکنی؟ میخوای اونم ببری؟ اگه اینجوری کارای ویزاشو حل میکنم. یا من صدامو میشنوی؟ خالاشم میبری؟ نه، فقط من و یوسف میریم. به خاطر رفتن به خارج از کشور تدابیر لازمو بگیر. امکان داره هیچ وقت بر نگردیم. تو چطور؟ یامان باید حرف بزنی. بعدن بهت زنگ میزنم. چطور میتونی همچین تصمیمی بگیری؟ هر کاری به نفع یوسف همون کارا میکنم. یه زندگی بدون هویت به نفع یوسفه؟ میخوای از خانوادش جداش کنی؟ میخوای از کسایی که دوستش دارن دور بشه؟ من پیشش میمونم، خونواده و کسی که دوست داره منم. خب من چی کار یوسفم؟ چیزی که باید میگفتم و گفتم. اما من نگفتم. من تا زنده هم نمیتونی یوسفو از اینجا ببری. نمیذارم این کارو بکنی. خاله عزیز دلم چرا بیدار شدی؟ دارین دعوا میکنی؟
نه عزیزی دلم، این چه حرفیه؟ من و عمو داریم حرف میزنیم، بیا بریم بخوابونم. ایت عمو تو هم با هم بخواب. باشه. عمه سلطانه، چرا نمیفهمین من نمیخوام ازدواج؟ به من چه که نمیخوای؟ آدمی مثل محدین میخواد بگیردت، از خودت هم باشه. ببین خونه و کارم که داره. خیلی خوب، شاید آدم خوبی باشه اما... شاید نه، هست. قدر هر چیزی رو میدونه. آدم خوبیه دخترم، اگه تقدیر هم بشین زندگی میشه مثل بهشت. بهشت خدا هرچی میخواد بهش بده، اما من نمیخوامش عمه جون. نکنه دلیلی داری که من نمیدونم؟ ها؟ چرا ساکت شدی؟ قرعه به نامت افتاده اما نمیخوای عروسی کنی، آخه چرا؟ آدم عاقل محدین رو رد میکنه ها؟ اگه کس دیگه ای تو قلبت، اونشو دیگه نمیدونه. آره ساکت بمون و حرف نزن. اما اگه علیو نمیخواستی بیچونه چرا قبولش میکردی؟ دروغ میگم؟ چند بار بگم همچین چیزی نیست. زبونت یه چیز میگه اما دست و پات یه کار دیگه میکنه، آخه چرا؟ اگه عاشق علی نیستی باید به محدین فکر کنی. یه پسر صادق و زحمت کشه، هر دختری که ببینتش هوش از سرش میره دخترم. اگه عاقلانه فکر کنی برای تو این بهترین گزینه است. تا صبح بهت وقت میدم، امیدوارم تصمیم درست رو بگیری. خوش اومدی پسرم. چطوری محدین؟ خدا رو شکر خوبم، خوش اومدی. ممنونم، میرم یابی به دست و صورتم بزنم. خیلی خوب. همه چی رو به دختره گفتم، روز جمعه کارو تموم میکنی. آره خب یکم ناز میکنه اما مال توه. خسته نباشی. ترسوندمت؟ فکر کنم مشکلت خیلی جدیه. خوب نیستی؟ خوش اومدی. برام چای بیار. یه روز ماهیگیر لب ساحل یه دختر پیدا میکنه. ماهیگیر خیلی ضعیف شده بود، فقط پوست و استخون شده بود، بدنش زخمی بود، چون روزا تو دریا مونده بود خیلی خسته بود. اما دختر از ماهیگیر نترسید، اونو با خودش برد تا رسید به کلبهش. روزا مراقبش بود، رو زخماش مرهم میذاشت، بهش غذا میداد. بعدش به مرور زمان اون ماهیگیر یواش یواش جون گرفت، چاق و قوی شد. بعدش دیگه دختره ازش میترسید.
چون اون آدمو نمیشناخت. همیشه فکر میکرد اگه بد باشه چی؟ اگه از نجات دادنش پشیمون بشه چی؟ اگه بعد خوب شدنش اونو بکشه چی؟ خب محدین، امروز کار پیش اومد، رفتم. آره داداش، نتونستیم اختلاط کنیم. کی برمیگردی؟ راستش میخواستم فردا برگردم، اما میخوام تا جمعه اینجا بمونم. یه کار خیر پیش اومده. کار خیر؟ بگو چیه؟ میخوام با کیراز ازدواج کنم. سلطان بیبی هم قبول کردی. گفتی کیراس؟ بله کیراس. سلطان بیبی گفت خیلی به هم میایم، وگرنه منم مثل تو بدبخت میشم. علی، من به خودم گفتم که پسر محدین، ببین وقتش رسیده. از کیراس بهتر مگه تو آدانا هست؟ شاه روغن زیتون شدی، به یه ملکم نیاز داری. در ضمن قدیمی ها چی گفتن؟ خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست میاد، مگه نه داداش؟ اینو از کجا در آوردین عمه؟ چیو؟ ها، محدین و کیراز میگی؟ خیلی به هم میان پسرم. همه ی دنیا رم بگردی مثل محدین دیگه نیست. کسی که میتونیم کیرازو بهش امانت بدیم. خب کیراز چی گفتمه؟ قبول کرد؟ قبول نکرد، اما ردم نکرد. گفت میخوام فکر کنم. جوونای نسل جدیدن فکر میکنن. آخه کجاش فکر میخواد؟ تو هم بهش چیزی نگو، نکنه خجالت بکشه و رد کنه. محدین گفت میخواد بره، میرم باهاش خدافظی کنم. میخوام کمی آب بخورم.
چوب جمع کردم. آفرین آتیش باره. چوب آوردم. آفرین، من بهت افتخار میکنم، خیلی قوی. مثل عموم نه؟ بیدار شدین عزیزای دلم؟ ها، همین الان براتون درست کردم، بگیر. چرا زحمت کشیدی مامان؟ زحمت چیزیه که آدم نخواد انجام بده. خودم خواستم برای نوه‌ام درست کنم. عروس عزیزم بیدار نشده؟ بیدارم، خوش اومدی. ممنونم دخترم، پاشین برین داخل. چایی دم میکنم و میام. قبل اینکه سرد بشه بخورین، یالا. عروس گلم، تو چرا ناراحتی؟ نکنه بیخوابی؟ ها، هوای اینجا آدمو بیخواب میکنه، مثل هوای شهر نیست. خوبم ممنون، یکم بیخواب شدم اما الان خوبم. ببخشید اینا رو میبرم تو. یوسف جون، میخوای برات پنیر و گوجه بذارم؟ آره بذار. مامای ببین، اول اینجوری بازش کن. تو چیزی نفهمیدی بر نگرد امارت. باشه. ندیم حتما میدونه یامان کجاست. نمیدونم چطور اما باید پیداش کنی. نگران نباش آبجی، بذارش به عهده خودم. انشالله به خاطر خراب کردن نقشه یامان دیر اقدام نکرده باشیم. کجا میری؟ چی دیر نشده اقبال؟ برای اومدن یوسف میخوام یه مهمونی خوش آمدید بگیرم، اونو میگم دیر نشه. خب صبر کن بیاد اقبال. خیلی دلتنگ یوسفم، خیلی. امروز یا فردا برمیگرده زیاد جون، نگران نباش، اونم حتما دلتنگته. برو تا دیرت نشده، بعدن حرف میزنی. بریم زیاد جون، بریم تو سالن بشینیم. وای وای وای، چقدر خوشمزه است. زیتونش مثل زیتون، پنیرش مثل پنیر. من کاری نکردم، فقط از یخچال در آوردم گذاشتم تو بشقاب. اینجوری نگو، اینجوری نگو، کسی که بشقاب آورده خوشمزش کردی. نوش جونتون.
محدین یکم از خودت بگو، کیراز اصلا تو رو نمیشناسه. خدا رو شکر، خدا گفته از تو حرکت از من برکت. تو آدانا دوتا دستگاه دارم، یکیشون رو اجاره دادم، اون یکیشم سالم و سلامت پیش خودمه، دارم کار میکنم، میخوام تو ده پایین میدونه مغازه بزنم، چیزی درست کنم، چیزی بخرم که همه مردم انگوش بدهن بمونن و حرفشو بزنن. کیرازم اونجور جاها رو خیلی دوست داره مگه نه؟ زندگی کردن تو دهاتا دوست داری مگه نه دخترم؟ اما عثمان همیشه میگفت جایی که زندگی میکنی مهم نیست، ببین کجا آرامش داری. برای منم همینطوره، من اینجا آرامش دارم. نوش جونتون، آشپزخونه رو جمع میکنم. صبح بخیر جناب سرهنگ. چرا نیومدین صبحونه بخورین؟ میشه حرف بزنیم؟ البته. بیا بشین. این محدین خیلی میره و میاد، برات مشکل که درست نمی کنه نه؟ نه مشکلی ندارم، بالاخره از فامیلاتونه. من میخوام که تو و اون از کلانتری زنگ زدن، باید جواب بدم. بگو ایبو که اینطور هر دوتا پرونده رو یکی کن، هر دوشون توی صحنه جرم بودن. آره باید بازجویی بشن.